to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. سلام، فمیم سخن هستم و امروز دوشنبه 9 نوامبر هست و این 18مین برنامه درگیری های ذهن من هست که خدمتتون تقدیم میکنم. به حمد الله این جریان انتخابات امریکا به پایان رسید و جناب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب شد. خب خیلی مبارکه، امیدوارم که بتونه جا در جای پای سایر دموکرات ها مثل حضرت کارتر، حضرت اوباما و غیره بذاره و ملت ایران رو به اصطلاح از اینکه هست خیلی خوشحالتر بکنه، از اینکه هست خیلی خوشبختر بکنه، دستشون درد نکنه جنابان دموکرات ها. من چیزی که نمیفهمیدم این بود که بعضی از ایرونی ها، به خصوص ایرونی هایی که تو آمریکا زندگی میکنن، اینا انگار که مسابقه فوتبال پرسپولیس و استقلال هست و قرمز تو آبیه و آقا بزن ها، یعنی دعوا مرافع اساسی، این به اون فوش میده، اون یکی به این میگه سوراخت میکنم، چه کارت میکنم. من نمیفهمیدم آقا. خیلی خوب، مهمه شما تو آمریکا زندگی میکنید و اینکه به اصطلاح چه کسی رئیس جمهور آمریکا بشه، چه کسی وضعیت بیمتون رو جور کنه، وضعیت پول بیکاریتون رو جور کنه، وضعیت پناهندگیتون رو جور کنه، اینا خیلی مهمه. البته شماها اینا رو نمیگین، میگین که مثلا جناب ترامپ اومد دیوار کشید، این مکزیکیای مستضعف بیچاره نمیتونن اصلا بیان طرف آمریکا، یا اینکه این قرارداد آب و هوا و این حرفا رو زد زیرش. ما هم که چقدر محیط زیست دوست هستیم، اصلا به خاطر این ما مخالف ترامپیم. خیلی خب بابا، حالا شما چرا دعوا میکنی و اینا. اصلا چیزی که این وسط مهم نبود این که آقای ترامپ آمده این جمهوری اسلامی رو همچین تارومار کرده به لحاظ اقتصادی، همچین زیر یخمش رو گرفته، مثل کچیستا محکم کوبیدتش زمین، طوری که این جناب جمهوری اسلامی یک آخ محکم کم گفته در طول این 4 سالی که جناب ترامپ بر سر کار بود. خیلی خوب، حالا بعضی ها که دیگه اصلا رفتن هوا، که اصلا با آمدن جناب بایدن بربریت و توحش جای خودش رو به تمدن و فرهنگ و غیر و زالک داده. ما نمیدونستیم اینقدر از امریکا خرابه که با آمدن جناب ترامپ بربریت و توحش اونجا حاکم شده. یعنی این ایرونی های عزیز که اونجا زندگی میکردن و الان طرفدار بایدن هستن، این 4 سال پدرشون در اومده وسط قوم بربر اونجا زندگی کردن، اصلا انگار که وسط قبیله آدم خورای آمازون اونجا بوده و اینا رو هم ول کردن، نزدیک بوده که بندازنشون تو قابلمه بفزنشون. خلاصه مطلب، ما که خیلی ناراحت شدیم برای هموطنان عزیز، ولی خب از اون طرف هم به خودمون میگیم که خب حالا شماها که اینقدر سنگ ملت ایران و اونا که در داخل ایران هستن رو به سینه میزنین، حالا گیرم که خب یه خورده این آقای ترامپ بربریت و نمیدونم توحش رو در امریکا حاکم کرده بود، خب یه خورده شما فداکاری بکنید، این بربریت و اینا رو تحمل بکنید. حالا این آقای ترامپ باشه، شاید به این حکومت آخونده رو همچین فشار بده بچلونه آبلمبوشون که کرد ما ملت ایران بتونیم بزنیم این یارو رو از بین ببریم. ولی خب نه، نه ببین اصلا چجوری آدم میتونه تحمل کنه به خاطر ملت ایران، که هیچی به خاطر پدر مادرمون هم ما ترامپ رو تحمل نمی کنیم. ما دنبال تمدن و فرهنگ هستیم این حرفا. و خلاصه دیگه هیچی دیگه گفتن نمیشه و آقای بایدن رو بردن حاکم کردن. حالا آقای بایدن میاد ایشالله پولهای ایران آزاد میکنه، پولهای ایران به حکومت اسلامی داده میشه، حکومت اسلامی رو میبره میده سید حسن نصرالله، که سید حسن یه مدتی پیدای
خودش نیست. از وقتی اوضاع مالی ایران به هم خورده و تحریم محریم و همچین پوستشون کنده، دیگه سید حسن هم گذشته رفته، معلوم نیست کدوم سوراخی مونده دیگه. بعد فلسطینیای عزیز هستن، غزه‌های عزیز هستن، بیمارستان میخوان، آپارتمان میخوان، پول تو جیبی میخوان، خونه میخوان، بولوار میخوان. بعد اون بولوار رو فلسطینیای عزیز ایران میسازه، بعد اونجا به اصطلاح تو ورودیش میزنن شهید قائد اعظم صدام حسین. آره دیگه، ایران میسازه، اونا مجسمه صدام اونجا تو ورودیش می. اصلا ما چیزیم، ما واقعا فقط به مردم فکر میکنیم، ما اصلا این شور چیزها ناراحتمون نمیکنه این حرفا. و خلاصه اینو میخواستم بگم دیگه، یعنی این آقای بایدن خیلی خوش اومده، خیلی خوش اومده. حالا تحریما رو هم برمی‌داره، تحریما رو یه برداره و یه تعداد اولا از این تحریم شدگان که نمیتونستن به امریکا سفر کنن، بعد میتونن دیگه، اینا رو زن و بچه و ایناشون اونجا میذارن واسه تحصیلات، واسه معالجات، واسه مذاکرات. اینا میدونی ساشا جون اینها خب گناه داره، ساشا اونقدر پول داشته باشه، اون همه به اصطلاح مال داشته باشه، اون هم ماشینای خوشگل، دخترای خوشگل، همه اینا رو داشته باشه، بعد خدا خب حیوانکی نتونه به امریکا سفر کنه به خاطر تحریما. اون تحریما رو برمی‌دارن ان شاءالله جناب بایدن و مشاورینشون، و ما از این جهت هم آسوده میشیم. بعد کالا صادر میشه دیگه، کالا صادر میشه، وارد میشه، اسلحه با کالا میاد تو تهران، میاد از طریق تهران میره بندر لبنان، بندر غزه اینا، بعد خوشبخت میشه. اصلا بایدن واقعا وجودش لازم بود، میدونید تمدن و بشریت و نمیدونم تمدن و عرض کنم حضورتون که فرهنگ، حیف بود بربریت اون ترامپ خاک برسر با اون موهای طلاییش وسطش هم خالی بودی و باد میزد هم و کچلیش میزد بیرون اینا. خلاصه مطلب الان بایدن که اومد دیگه خوشحالیم دیگه. حالا یه خورده این خوابالوه، نمیدونم اینم انگار مثل من سکته مغزی کرده باشه، چون درست راه نمیتونه بره، درست حرف نمیتونه بزنه. مهم نیست، مهم در امریکا ریاست جمهوری که کار نمیکنه، اون اطرافیان و مشاوران و اون وزرا و کابینه و اینا هستن که چیز میکنن، تصمیمات اصلی رو میگیرن. من که خیلی خوشحالم، نه واسه بایدن، خب بایدن آمد دیگه، حالا خوشحالم واسه هموطنانه، برای اصلاح طلبا. واو چه کردن بابا این نئوکان ها. ببینید علی افشاری سواد داره، دکتر بلده، میدونی بلده. مثلا من که اومد که تو همه چی بودی اصول نداشتی، خب این اصول داره، میدونید اصول داره. بعد اصولش این مبارزه با نئوکان هاست. ها حالا بپرسید از نئوکان این دیگه چه صیغه ایه، خب یه خورده ممکنه توپق بزنه، مهم نیست. ولی خب ببین حالا بذار اصلا ولش کن، الان وقت موسیقی اسد، الان صداش در میاد که آقا تو درست وسط برنامه چیز نمیکنی، قطع نمیکنی ما موسیقی بذاریم. ما قطع میکنیم که اسد جای موسیقی بذاره، همچین میزون که شدیم برگردیم خدمتتون. Oh,
خب اینم از موسیقی که انتخاب شد توسط اسد عزیز. بله داشتم میگفتم که این نئوکان ها ما چیز کردیم دیگه، اصلاح طلبان که روشنفکران دینی، نو اندیشان دینی، اینا خوشحالن، یعنی در یک جا به توافق و وحدت رسیدن، وحدت کلمه رسیدن با حکومت اسلامی، با عوامل حکومت اسلامی، با جناب خامنه ای اینا. بعد با دنیا چیز شد اصلا، اون شی جینگ پینگ، اون چیز رئیس جمهور چین، بعد اون فقط من دلم میسوزه واسه اون حیوانکی کیم جونگ اون، این کیم تا ترامپش میگفت این بچه کوچولو فلان اینا، بعد اینو کشید دستش رو آورد دیگه، آورد یه صلحکی با هم نزدیک بود بکنه. حالا ان شاء الله این آقای بایدن میاد این از این دیوار کره شمالی کره جنوبی بازدیدی به عمل میاره، و بعد کیم ممکنه دوباره این بچه سرتق کره ای ممکنه که یه عملیاتی انجام بده، بابا ولمون کنه اصلا. شما بشین فکر قصه چه چیزا میخوای، آره کیم فلان که کیم بهمان که خلاصه. بعد از اون ور مثلا ان شاء الله دیوار مکزیک فرو میریزه، بعد مهاجرین مکزیکی میریزن توی کالیفرنیا و اینا، بعد تگزاس فلان، بعد کالیفرنیا پر میشه می چیزا، بعد دو تا کیف که بزنن و اینا، همین ایرونیای بایدن پرست ممکنه قور بزنن و اینا، بعد بگن که کاش اون، حالا تو دلشون البته، این ترامپ اون یارو فلوید و سیاه‌پوست رو چیز کرد، اون پاسبانش اومد زانوشو گذاشت رو گردنش رو خفه شد با اون گردن و کلفتش و اینا، بعد بگن کاش بود دیگه، آخه ما که نمیتونیم چیز کنیم، کیف ما رو بزنن فلان کنن و اینا. بعد مکزیکیان عزیز میریزن اونجا، بعد خیلی قصه بچه های جدا شده طب از مکزیکیان عزیز و این ایرانی ها خوردن، خیلی خیلی اصلا تمام به خاطر همین چیزا بود که رفتم به بایدن رأی دادم، میدونی، به خاطر نمیدونم اوباما کر و نمیدونم بیمه و این حرف ها و اینا نبود. اوباما جونم خیلی به قول معروف جیگر خودش رو چاک داد، تلفن میزد بین اون که جان من به بایدن رأی بدین، من رئیس جمهورتون بودم، ایشالله اونم رئیس جمهورتون میشه دیگه، من خیلی خوشحال هستم. یعنی واسه واقعا این جمعیت پر از تمدن آمریکا، ببینید جمعیت آمریکا نصفش، یعنی اونا که رأی میدن نصفشون بربرن، نصفشون متمدنن، طبق این رأی گیری که ما دیدیم دیگه، اون بربرا به ترامپ رأی دادن، این به اصطلاح متمدنا به جناب بایدن رأی دادن. خب حالا دیگه تکلیف ما مشخص، حالا خود اینا وقتی میگن دیگه، حسین شریعت مداری چه کرد با تیتر کیهانش زد، یعنی گفت ببین به انتخابات ما میخندیدم، ببین انتخابات خودش رو چریختیه، اون میگه تقلب شده، این میگه تقلب نشده، این رأی رو میگه باز شماری کنی، اون میگه نکنی. بعد از اون ور احمدی نژاد زده به سرش، اون مشاورش اومده ترامپ حمایت کرده، اصلا خرطوخر عجیبیه. بعد به چیز به این احمد آقا زید آبادی گفتن که آقا مشابهت ترامپ و چیز رو احمدی نژاد رو بیان بفرما، بعد این بند خدا نشسته فکر کرده، خب بعد بیان میفرمود دیگه، چون اصلاح طلب، و خب بالاخره بایدن بهتر از ترامپ میباشد، فایده گاف را بنویسید، بایدن بهتر است یا ترامپ بهتر است اینا. ایشون بعد یه انشایی مینوشت، میگه نشستیم فکر کردیم دیدیم اصلا هیچ ربطی این دوتا به هم ندارن، ندارن دیگه، خب با چیز ترامپ با چه ربطی به احمدی؟ بعد بنده خدا نشسته یه چیزی نوشته، یه مطلبی نوشته خیلی خوندنیه، میگه که ما که هیچ مشابهتی ما بین احمدی نژاد با چیز پیدا نکرد، یه چیزش هم مقایسه نکرده البته، چون بچه با تربیتیه، این بچه اسلامی که کلاس دارم با تر، مثلا مقایسه زن و دختر جناب ترامپ رو با زن جناب احمدی نژاد نکرده، اینو میکرد که اصلا دیگه قوقا بفهمه. این ملانیا جون هم ظاهرا قرار هستش که دیگه، حالا که وضعیت چیز مشخص شده، ان شاءالله آقای ترامپ ایشون طلاق بده که دیگه اینقدر دستشو ول نکنه تو وقتی میخواد رئیس جمهور دستشو بگیره و اینا، که تموم شد، به تاریخ پیوست دیگه. حالا همین، من دیگه زیاد چیزتون نمیگیرم، وقتتون نمیگیرم. ببینید من وقتی دقیقه 15 دقیقه پر میکنم نمیتونم این برنامه رو بذارم توی اینستاگرام، نمیدونم چرا میشه حتی 13 دقیقه میشه نمیشه گذاشت توی اینستاگرام. حالا واسه همین برنامه رو زودتر تموم میکنم، زیادی ور نمیزنم، کمتر حرف میزنم، سرتون رو میخورم، مختون سالاد میکنم که بتونم اینو یه ذره بذارم توی اینستاگرام اگه بشه. بنابراین خدا نگهدارتون تا هفته آینده.
چون پر از تو می کنم ترک آشیان دیگر رویا تا ببینم طلوع فردا را خدا به همراهت روم آهست از سر راهت برو دست خدا به همراهت خدا به همراهت روم آهسته از سر راهت